کنفرانس وزرای خارجه برای صلح و ثبات در خاورمیانه چهارشنبه 14 مارس در ورشو پایتخت لهستان آغاز به کار خواهد کرد. وزرای خارجه 70 کشور از اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکا به این کنفرانس دعوت شدند. برنامه کار این کنفرانس دو روزه بحران‌ها در خاورمیانه و تأثیرات آن بر شهروندان غیر نظامی، گسترش برنامه‌های موشکی، امنیت سایبری و امنیت منابع نفت و گاز و همچنین عدم پشتیبانی مالی از گروه‌های تروریستی است. اگرچه در ابتدا قرار بود که این کنفرانس عمدتاً به روی جمهوری اسلامی متمرکز باشه، در بیانیه دوم وزرای خارجه آمریکا و لهستان قرار شد که این کنفرانس کل خاورمیانه رو در بر بگیره. البته جمهوری اسلامی ایران به این کنفرانس دعوت نشدند و همچنین هیچ کدام از گروه‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز در این کنفرانس حضور نخواهند داشت. ما برای گفتگو در رابطه با اهمیت این کنفرانس و همچنین اهداف اون سری به نیویورک میزنیم تا با شروین فشندی از اعضای فرشگرد گفتگوی داشته باشیم. با درود بر شما آقای فشندی، به نظر شما آمریکا چه اهدافی رو از برگزاری کنفرانس ورشو دنبال میکنه؟ خب ببینید، از دید ژئوپلیتیکی که به قضیه نگاه بکنیم، در منطقه خاورمیانه در واقع میشه گفتش که دست کم چهار قطب قدرت وجود داره که این قطب ها اگر با هم در فاز همکاری باشند، خب اون منطقه آروم میشه و اگر نباشند تنش ایجاد میشه. به تناسب این که چقدر این قطب های قدرت که الان عرض میکنم با هم دیگه در تضاد باشن، آشوب در منطقه ایجاد میشه. یک قطب به هر حال ایران هست، درسته که حالا در 40 سال گذشته از نظر اقتصادی رو به افول بوده و مشکلات زیادی داره، ولی به هر حال به دلیل جمعیت و موقعیت ژئوپلیتیکی که داره، کنترلی که بر آبراهی تنگه هرمز داره، به هر حال یک قطب. قطب بعدی خب عربستان هست، به دلیل درآمد فراوانی نفتی که داره و سرمایه‌گذاری بسیار هوشمندانه‌ای که در 40 50 سال گذشته انجام داده، که خب درست جمعیتش کمتره ولی در واقع سرمایه زیادی در سرتاسر جهان به ویژه در خود آمریکا تونسته انباشته بکنه. و قطب بعدی ترکیه هست. قطب بعد هم حالا با وجودی که کوچیک‌تره و نظر تکنولوژی خیلی قویه، اسرائیل هست. و الان اگر دقت بکنید دست کم دو تا از این قطب‌ها با آمریکا و غرب به طور کلی تنش دارند، یعنی ایران و ترکیه، به دلایل مختلف که همین ایران و ترکیه رو تا حدودی به هم نزدیک کرده. در مسئله دور زدن تحریم‌های ایران با ترکیه همکاری می‌کنن، در دور قبل هم مسئله پولشویی هالک بانک و اینا بود که قطعاً میشه گمانه‌زنی کرد که در واقع این حجم بزرگی از پولشویی که در اون دوران تحریم‌های دوران آقای اوباما انجام شد در بانک‌های خصوصی ترکیه، به هر حال از چشم مقامات دولت ترکیه بعیده که پنهان مونده باشه. یعنی به احتمال بالا دست کم بخشی از مقامات دولت ترکیه هم در جریان بودن، شاید هم دست بودن و غیره. خب پس این وضعیتی که وجود داره، دو تا از این قطب ها هم با اروپا هم با آمریکا در تضاد هستند و من فکر می‌کنم که هدف آقای ترامپ این هست که یک نظم نوینی و یک در واقع تعامل نوینی بین این قطب‌ها برقرار بکنه. چون ببینید یه مسئله دیگه هم که همزمان اتفاق افتاده، خب مهمترین اهمیت خاورمیانه در چی است؟ در مسئله نفت و قطب انرژی جهان هست. اتفاق بزرگی که افتاده اینه که در 50 سال گذشته برای اولین بار در 50 سال گذشته آمریکا شده صادرکننده نفت. به دلیل انقلاب شیل که حالا بعداً می‌تونیم براش بحث بکنیم، آمریکا شده صادرکننده انرژی و نفت به صورت خالص که حساب بکنید، نه وارد کننده. پس به این دلیل یک اهرم فشار و لیورج بیشتری روی خاورمیانه داره.
حالا باز اگر این در این زمین بخوام بهش کافی، من در خدمت هستم. البته آقای فشندی، ما در خاورمیانه یک بازیگر مهم دیگر هم داریم که روسیه است و روز به روز هم فعالتر میشه. آیا ما وارد مرحله جدیدی از جنگ سرد شدیم؟ بله، به نظر من نه تنها در خاورمیانه بلکه در سرتاسر جهان، عرض میکنم من مثالاشو، و من فکر نمی کنم حتی بشه گفت برمیگردیم. من فکر کنم که جنگ سرد دست کم در صحنه ژئوپلیتیک جهانی به اون معنی تمام نشد، پایان نیافت با فروپاشی شوروی. همین دو هفته پیش، 10 روز پیش، من یه گفتگویی داشتم با رادیو فردا در مورد مسئله خاورمیانه، اصلا نبود، در مورد ونزوئلا، ماجرای ونزوئلا. و خب اونجا من اون زمانی که داشتم در واقع تحقیق و پژوهش میکردم، خودم آماده میکردم برای اون مصاحبه، اومدم دیدم که در این بحران ونزوئلا، آقای مادورو از یک طرف، آقای گوایدو از یک طرف، اون کشورهایی که از آقای گوایدو حمایت کردن و ایشون رو رئیس جمهور موقت قانونی شناختن و اون کشورهایی که همچنان آقای مادورو رو به رسمیت میشناسن، وقتی اینا رو فهرست بکنید ببینید که مرزبندی های جنگ سرد برقرار کامله. یعنی حامیان آقای مادورو کیا هستن؟ حامیان آقای مادورو ایران، کوبا، کره شمالی، روسیه، تا حدودی چین و اینجور کشورها هستن و حالا بولیوی هم، چون به دلیل اینکه یک حکومت سوسیالیستی داره فعلا موقتا، اونم هست. تنها استثنا شاید ترکیه باشه که همچنان عضو ناتو هست ولی از آقای مادورو حمایت میکنه. خب ببینید، اینم باز برمیگرده به همون تنشی که الان در واقع ترکیه از قطب ناتو و غرب داره دور میشه. یعنی چیزی که به طور سنتی، اون بلوک قدرتی که به طور سنتی در دوران جنگ سرد بهش تعلق داشت ترکیه، از اون داره دور میشه و همین خودش برمیگرده مثال پیشین که موجب تنش شده. منظورم این هستش که مرزبندی های جنگ سرد نه تنها در خاورمیانه بلکه چه بسا در آمریکای جنوبی و دیگر مناطق جهان تا حدود زیادی برپا برجا مونده. بله، درست میفهمید. شما آقای فشندی با من هم عقیده هستید که یکی از دلایل انتخاب لهستان از سوی آمریکا برای برگزاری این کنفرانس، تلاش برای همراه ساختن اتحادیه اروپا در کارزاری است که آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده؟ از پرسش بسیار در واقع بجا و جالبی هست. ببینید، اگر همین در همین یکی دو ماه گذشته که اعلام شده، نزدیک یک ماه اندی هستش که اعلام شده این کنفرانس، کمتر از یک ماه، اگر سیر در واقع اعلامیه ها و در واقع بیانیه های دیپلماتیک رو، اخبار دیپلماتیک رو تعقیب بکنیم، ببینیم اول کار در واقع آمریکا این کنفرانس رو به یک گونه تقابل جویانه در مقابل کشورهای اروپای غربی، هسته های اصلی قدرت در اتحادیه اروپا مثل آلمان و فرانسه و تا حدودی بریتانیا، تا حدودی کمتر بریتانیا، در مقابل اینها اعلام کرد. عمدن ببینید، انتخاب محل تصادفی نیست. لهستان، خب لهستان همونجور که میدونید با آمریکا الان رابطه نزدیکی داره و داره سعی میکنه که خودش رو از زیر نفوذ مطلق اقتصادی و ژئوپلیتیک آلمان و اتحادیه اروپا تا حدودی بکشه بیرون که بتونه در مقابل اتحادیه اروپا یه مقدار اهرم فشار و لورج داشته باشه، به با آقای ترامپ به ویژه پس از روی کار اومدن آقای ترامپ به دولت آمریکا نزدیک بشه. این از در واقع انتخاب محل. و در آغاز کار در واقع یک سیگنالی بود به فرانسه و آلمان و تا حدود ایتالیا که اگر شما و من همکاری نکنید، منظورم که از طرف آمریکا، اگر شما و من همکاری نکنید، خب کشور اروپای شرقی هستن که با وجود اینکه جزء اتحادیه اروپا هستن، حاضر به همکاری من هستن علیه ایران. بعد یک عامل جانبی که به آمریکا هم کمک کرد، خب این دولت جدیدی هم که در ایتالیا اومده، شما خودتون بهتر خبر دارید، تمایل بیشتری داره، کاملا سمت آمریکا نیست و تمایل بیشتری داره که به آمریکا نزدیک بشه و یک مقدار از بلوک آلمان فاصله بگیره و این آلمان رو خب تنهاتر می‌گذاره. از اون طرف مسئله اساسی تر خب جنگ تجاری بین اتحادیه اروپا و دولت آقای ترامپ هست که اون هم یه اهرم فشار دیگه ای که در واقع این مسئله فشار بردن روی ایران و جنگ تجاری، این دوتا به موازات هم پیش میرن، نمیشه اینها رو جدا از هم تحلیل کرد. در آغاز کار در واقع روی کرده آقای پومپیو و کلا دولت آمریکا بسیار مداخله جونه، بسیار تقابل جونانه بود و یک جورهایی از باب دهنکجی به کشور اروپای غربی به ویژه آلمان. با گذشت زمان یه مقدار موضوع
نشست رو گسترده تر کردن، در دست کم در ظاهر گفتن مسائل غیر از ایران و خاورمیانه رو هم بررسی میکنن. اینها همه در جهت نرم کردن رویکرد اروپایی ها بود که اروپایی ها رو در واقع با سیاست حالا چماق و هویج به سمت خودشون میکشن. و چند تا اتفاق هم افتاد، چند تا ماجرای تروریستی دولت ایران رو شد یا ابعاد بیشتری پیدا کرد که اینا موجب شد که یه مقدار موضع اروپا به آمریکا تا حدی نزدیکتر بشه، البته به این قیمت که آمریکا هم تا حدی ملایم‌تر بشه. و این نزدیکتر شدن رو بله میشه در واقع مشاهده کرد تا حدودی، البته باید در عمل ببینیم که حالا به کجا منتهی میشه. وزیر خارجه لهستان چند روز پیش گفت جمهوری اسلامی بر مبنای اطلاعاتی که به دست آورده سرگرم لابیگری است برای اینکه برخی از کشورهایی که به این کنفرانس دعوت شدند را متقاعد کنه که به ورشو سفر نکنند و یا در سطح وزیر در این کنفرانس حضور پیدا نکنند. شما فکر میکنید کنفرانسی که در ابتدا آقای محمد جواد ظریف اون رو سیرک خوانده بود و امروز باعث نگرانی جمهوری اسلامی است، دلیل این نگرانی عمدتاً تغییر یا چرخش در مواضع اتحادیه اروپا باشه که بیانیه‌ای در محکومیت برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران صادر کرد، چند فرد و نهاد و به خاطر اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در برخی از کشورهای اروپایی تحریم کرد و به گفته آقای زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی حتی دو کشور ایتالیا و یونان که از معافیت تحریم‌های نفتی برخوردار هستند یک بشکه نفت هم از ایران تا کنون بعد از آغاز تحریم‌ها نخریدند. هم در واقع بازی بد جمهوری اسلامی است که افتاده توی یک دور باطلی و داره به خودش لطمه میزنه. فرض کنید با تحریک بیشتر اروپا، با اون تنش‌زایی بیشتر، خوی جنگ طلبی بیشتر، همین آزمایش‌های موشکی. و خب ببینید جمهوری اسلامی 40 ساله در واقع از اروپا باج میگیره، ترور میکنه در اونجا، قاچاق در ابعاد انبوه مواد مخدر هست از خاورمیانه به اروپا با کمک حزب الله لبنان و همچنین از آمریکای جنوبی به اروپا. اینم خیلی جالبه که آمریکای جنوبی هم شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی نفوذ دارن. خب این یه جور باجگیری دیگه هست. روش جدید اهرم باجگیری که در واقع جمهوری اسلامی پیدا کرده همین پس از به ویژه پس از جنگ داخلی سوریه هجوم پناهندگان هست. ولی مسئله که هستش اینه که هر باجگیری یک جایی میرسه که اون قربانیش میگه که شاید بهتر باشه باج ندم و بیستم در مقابل اون کسی که داره از من باجگیری میکنه. یک عامل هست در واقع این که جمهوری اسلامی نتونسته تنش زدایی بکنه و بدتر تنش زدایی کرده. این یک عامل هست. عامل دوم همون چیزی هستش که عرض کردم، یعنی و شما هم فرمودید، فشار آمریکا. منتها فشار آمریکا به چه صورت هست؟ خب آمریکا که با اتحادیه اروپا نمیخواد جنگ را بندازه، ولی جنگ تجاری رو راه انداخته و اهرم فشار بسیار زیادی داره به خاطر اینکه گمرکی هایی که دولت اتحادیه اروپا بر کالاهای آمریکایی میذاره به طور میانگین، البته به ویژه بر محصولات کشاورزی، بسیار بالاتر هست از گمرکی هایی که دولت آمریکا بر کالاهای اروپایی میذاره عمدتاً. پس آمریکا در واقع لورج بیشتری داره، اهرم فشار بیشتری داره تو جنگ تجاری. کافیه بخش کوچیکی از اون اهرم فشار رو یک مقدار رها بکنه یا شل بکنه تا در مقابل اون بتونه اروپا رو به سمت خودش بکشه، در دست کم در سیاست تقابل با ایران. و الان اینو دیده میشه دیگه، شرکت‌های خصوصی پالایشگاه‌های نفتی اروپایی به ویژه یونان و ایتالیا که دو تا خریدار بزرگ نفت از ایران بودن، خب اینا اصلا به طور کل متوقف کردن. و این ادعای من نیست، ادعای مقامات اروپایی یا آمریکایی نیست، ادعای مقامات خود ایران، وزیر نفت ایران و مقامات دیگه است. برخی از نیروهای اپوزیسیون گله دارند که چرا اونها به کنفرانس ورشو دعوت نشدند. تا اونجایی که من اطلاع دارم از ابتدا قرار بود تنها دولت‌ها و کشورها به این کنفرانس دعوت بشن و به هیچ وجه دعوت از نیروهای اپوزیسیون ایرانی در دستور کار قرار نداشت. شما فکر میکنید اصولا در این چنین کنفرانسی که نمایندگان دولت‌ها بر سر میز میشینند، اونم 70 دولت، میشه انتظار داشت که گروه‌های اپوزیسیون یک کشوری هم دعوت بشن؟ بله درست فهمید. من نمیدونم کی این رو جا انداخته بود. ما همون آغاز کار تماس گرفتیم از طرف گروه ارتباطات سیاسی فرشگرد و همین جواب که شما فرمودید رو دادن. و البته ما
از باب سوال پرسیده بودیم، نه از بابی که بخوایم حالا خودمون رو دعوت بکنیم، که بله این مختص کشورهای در واقع نمایندگان و دیپلمات‌های رسمی کشورها هست، نه گروه‌های اپوزیسیون، حالا چه گروه اپوزیسیون ایرانی چه غیر ایرانی. و خب یه جورهایی هم منطقی است. ببینید برای اینکه گروه‌های اپوزیسیون به نشست دعوت بشوند دست کم دو پیش شرط لازم است به نظر من، شاید بیشتر از دوتا هم باشه، من دوتا اصلیش که در ذهنم هست میگم. یک اینکه جنبش براندازی در داخل ایران به قدری قوی بشه و پیش بره که در واقع سرنگون شدن جمهوری اسلامی یا روبه سرنگونی بودنش مسجل بشه، یعنی در مورد اجماع جامعه جهانی قرار بگیره. الان کارشناسای جامعه جهانی دو دسته شدن یا چند دسته شدن، بعضیا میگن ممکنه جمهوری اسلامی بتونه چند سال آینده رو سرپا باقی بمونه، بعضیا میگن نه نمیتونه و هنوز در مورد بحث است. باید به جایی برسه که اجماع تقریبا، حالا نمیگیم 100%، ولی اغلب کارشناسان جهانی به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی سرپا نمیمونه. این یک پیش شرطش هست. و پیش شرط دوم همون که شما فرمودید، یعنی اپوزیسیون هم خودش رو متشکل بکنه، حالا یا در یک قالب یک تشکل در واقع فراگیر یا چسبی که همه رو فرا بگیره، یا چند دسته‌ای که خودشون رو متمرکز کردن در این حالا با هم تعامل دارن. ببینید همه لازم نیستش بیان عضو یک جبهه ملی متحد مشترک بشن، لزوما میتونن چند تا دسته باشن، چند گروه باشن اپوزیسیون، مثلا فرض کنید فرشگرد، گروهای دیگه غیره غیره، گروهای جمهوری خواه، گروهای مشروطه خواه یا ائتلافی از مشروطه خواه و جمهوری خواه مثل فرشگرد، و هر کدوم استقلال خودشون رو داشته باشن ولی در این حال با هم در تعامل باشن و جهان ببینه که اینها با هم در تعاملن، در حال پریدن به هم دیگه، در حال تخریب هم دیگه نیستن، همدیگه رو تخریب نمی‌کنن، با هم ممکنه یکی نشن لزومن ولی به هم کمک میکنن، بعضا همکاری میکنن علیه رژیم. ما اینو در فرشگرد تلاش کردیم آغاز بکنیم، یعنی تلاش کردیم تماس بگیریم با گروه های اپوزیسیون دیگر و تماس هایی هم برقرار شده، جلسات و نشست هایی هم داشتیم، بعضا حالا نمیخواستن که علنی بشه، ما هم به خواست اونها احترام گذاشتیم و علنی نکردیم. بعضی از گروه‌های اپوزیسیون هم متأسفانه علاقه ندارن به تعامل دیگه، اونا هم کارش نمیشه کرد، یعنی دوست ندارن بشینن حتی در نشستهایی که هیچ گونه تعهد و تضمینی هم لازم نیست بدن، لازم نیستش که ائتلافی بشه، اتفاقی لازم نیست بیفته، فقط از باب آشنایی هست، از باب اینکه مثلا صحبت بشه، یخهای به قول معروف یخها بشکنه در روابط، فقط آشنایی. به نظر من یک چیزی هستش که اگر جهان ببینه که اپوزیسیون حالا لزوما هم زیر یک جبهه واحد نرفته ولی با هم میتونن همکاری کنن، میتونن کار کنن، میتونن سر کمپین ها با هم همکاری کنن. مثلا یک کمپینی که فرشگرد به راه انداخته در همین دیروز پریروز فکر کنم اعلام شد، اینه که از ایرانی ها درخواست کردیم، ایرانی های ساکن اروپا، اونایی که میتونن تشریف ببرن در ورشو و اونجا مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی و در واقع مسئله نقض حقوق بشر در ایران به نمایش بگذارن که فبه ها این کارو بکنن. اونهایی که امکان سفر ندارن، چه در آمریکا، چه در کانادا، چه در استرالیا، چه در اروپا غیره، اینها به کنسولگری یا سفارت لهستان در اون شهر و کشور خودشون روبروی اونجا جمع بشن. و یک پوستری هم طراحی کردیم که پرچم لهستان داشت، پرچم شیر و خورشید ایران داشت و اونجا در واقع مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی ابراز بکنن و حالا یک شاخه گلی هم تقدیم به لهستان بکنن که این میزبان این نشست شده. خب این یک کمپین خیلی خوب هست و گروه های مختلف سیاسی هم میتونن به این بپیوندن، لزومی هم نداره که بیان ائتلاف بکنن ولی در کمپین ها با هم همکاری بکنن، شعارها رو با هم مشترک بکنن. این چیزا هستش که این نشانه هایی هستش که اگر جا بیفته در صحنه جهانی و ببینید که مطمئن باشید که کشورهای غربی به ویژه آمریکا اینا دارن رصد میکنن، اینا دارن میبینن که اپوزیسیون ما چجوری با هم رفتار میکنن، اگر با هم ببینن که حتی اگه ائتلاف هم نمیکنن با هم همکاری میکنن در کمپین ها، خب اونها اعتمادشون جلب میشه، بعد اپوزیسیون رو به مذاکره هم فرا میخوانند. با سپاس از همراهیتون. خواهش می‌کنم.